مادر همه بدبختی های ما جهل مردم، و غالبا سعی کردن رو اسا زمامداران که مردم رو جاهل نگه دارن، که مردم بیدار نشن سواری بدن، محله کورا باشه که اگر گفت من خوشگلم کورا قبول کنن، اما اگر چشمشون باز باشه ببینن که خوشگلی نیست رسوا میشه. تو محله کورا میشه هر کسی بگه من خوشگلم، اون که نمیفهمن کورا. اما اگر کور نشد بینا شد، دیگه هر کسی نمیتوانه ادعای خوشگلی بکنه. الان مملکت ما اینجوره، سابقا هم همینطور بود. یک مشت کر و کور، آیا اسلام 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 چیه نمیدونه، هیچ کدوم نمیدونه اسلام چیه. رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاه الهیات آمده یه روز اینجا، خب آقا من رئیس دانشگاه الهیاتم. خودم خاله بود اصول دین چند تاست بشه برخور اصول دین همه میدونن. خودم بله خب بگو. خب پنج تا. خودم مدرکش چیه؟ هر تو فکر خدا گفته پنج تا، نه همچه آیه نداریم. پیغمبر گفته پنج تا اصول دین، همچه حدیثی نداریم. موندوش معلوم شد رئیس دانشگاه الهیات اصول دینشو نمیدانه. قوم برو قوم پیش آیت الله العظما، هر آیت اللهی که قبول بدید. خب آقا اصول دین چند تا؟ میگه پنج تا. خب آقا مدرک شما؟ خدا گفته کجا؟ پیغمبر گفته کجا؟ نمیدونه. وقتی که بنا شد رئیس دانشگاه و آیت الله العظما اصول دین ندانن، ببین اون مملکت چه خرطوخاری خواهد شد. ببین ملتش چقدر نادانن. یه رؤساشون اینجور شد که اصول دینش نمیدونه، مدرکش چیه. حالا فرعون‌های زمان مثلا پهلوی چی میگفت؟ میگفت امام زمان کمر منو گرفته، میخواستم از اسب بیفتم در کجا، امام زمان کمر منو گرفت. در صورتی که به خدا عقیده نداشت، ولی به خر کردن مردم بشده امام زمان. یا مهدی ادرکی، همه جا نمیشتم همه ادرکی، یعنی چی؟ شرکه. خدا باید به داد ما برسه یا مهدی؟ و مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ اصلا مهدی راسته یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن تا آدرس همه ماست، و خدا چه کاره؟ خدا بره بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز توی ماشین بسن میرفتم بهش گفتم آقا جان، آقا تو نوشتی رو ماشین یا مهدی ادرک نی؟ اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که اسم اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم امام حسن مهدی ادرک نی؟ ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی همچی گفته. من چه کار کنم؟ حالا اینا دنبال کنو آیت الله افتاده، عقلش حاضر نی که بره دنبال عقلش. تا میه حرف بزنیم که آیت الله هم کی همچی گفته. خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همونی گفتم محله کورا، هر که من خوشگلم قبول میکنم. ملت باید چشمشو باز کنه، عقلشو باز کنه، که نمی کنه. بابا جان محمد از همه بالاتر، محمد سم بشتا، دختر یهودی سم بشتا، محمد پیغمبر صلی الله علیه مسموم شد، خودشو نتونست نجات بده از سم، و تو رو نجات میده ها؟ بله. مهدی همه جا حاضره، آن به چه دلیل؟ مهدی الان به داد ما میرسه، آن به چه دلیل؟ کی گفته این؟ مهدی ایمان به مهدی جز اصول دینه؟ نه. خود مهدی اصول دینه؟ نه. خود مهدی فروع دینه؟ نه. امام باید تابع دین باشه. خود علی نه اصل دینه نه فرع دین، و چیه؟ تابع دینه. خود علی چیکاره بود؟ تابع دین بود دیگه. ولی اینا هاشن اینه کردن اصل دین.
چرا جدال؟ حالا بخوای باشه حالی کنی جدال میکنه. آقا از یک خیابون ما هم تو رفتیم با این شوفر هی حرف زدیم هی جدال شد هی دیدیم فایده نداره بسه ما آقا نپیاده کنم ما فایده نداره هرچی به شویه چی دیگه میگه آقای میلانی همچی گفته لعنت با آقای میلانی. پس این ملت گمراه کی میخواد اینا رو هدایت کنه؟ باید خودشون طالب هدایت نیستن. حالا تازه مثلا میگه ما از آخونده برگشتیم، حالا برگشتی چی؟ هیچ ویدون زیدون سرگردون. پر شبای جایی بودیم به دکتری میگفت که ما از آخونده یقین کردیم که اینا بی خودن، با همشون بد شد، از همشون برگشتن. بودم خب حالا برگشتی حالا چی؟ حالا یه مردی هستی سرگردان و ویران و حیران. هیچ آخرم هیچ ها؟ اگه آخونده برگشتی درست میشه کار؟ نه، باید راه رو پیدا کنی، راه حق رو پیدا کنی. ولی رم کردن از این رم کردی، خب باش رم انقدر رم کن تو چشم کور باید نه، باید راه رو بشناسی. ولی رم کردن که هنر نی. ما از اینا برگشتیم، خب ما رو برگشتیم، حالا چی؟ هیچ. ببین این است که اینا هادی ندارن، نمیخوان هدایت. اگر کسی طالب هدایت باشه خدا رو نجات میده.